سلام میگم به تک تک عزیزان، خوش اومدین. امیدوارم با انتظار اومده باشین. امروز با روحیه شکرگزار بلند شده باشین. شکرگزاری به خاطر چی؟ به خاطر یک روز دیگه که خدا به ما بخشیده، یک روز دیگه که در این نعمت حیات میتونیم از خداوندمون عیسی مسیح، خدای زنده، این خدایی که فیض و جلال میبخشه، امروز هم دریافت کنیم. آمین. با انتظار اومدیم. از همین شروع اعلام میکنم، تک تک کسایی که با انتظار اومدن، اعلام میکنم امروز هیچ کس دست خالی از اینجا نمیره. در زیبایی کار پسر خدا امروز هر کسی که اینجا اومده، از هر بندی که داره، اعلام میکنم آزادی رو، شفا رو، شادی رو، امید و ایمان رو. آمین. امروز ضعیف گوید قوی هستم. امروز در کار خداوند ما عیسی مسیح فقیر گوید غنی هستم. و این طریق خداوند ما عیسی مسیح امروز با تمام وجود خواهیم چشید. باید بهتون بگم از همین شروع، اگه تقریبا دو سه روز پیش بود که خاطره ای از تقریبا 18 سال پیش میتونم بگم یادم افتاد، اگه این خاطره رو خداوند در ذهن من نمی آورد که واقعا به دست فراموشی سپرده شده بود، امروز من هیچ پیامی نداشتم که با شما در میون بذارم. ولی خدا رو شکر که یهوه خدا تکلم میکنه. یهوه خدا تکلم میکنه و کیست که بتونه جلوی او رو بگیره؟ کدوم ضعفی، کدوم انسانی میتونه از جلوی سخن گفتن خدا جلوگیری کنه؟ و خدا به وسیله این خاطره با من صحبت کرد و منو توی مسیری هدایت کرد که امروز تقریبا ساعت 12 اینطورا بود که فهمیدم هدایت 100% خداست که این پیامو باتون در میون بذارم. تقریبا 18 سال پیش بود که 4-5 ماه بود که ایمان رو برده بودم. تو کلیسای ایران، تو کلیسای جماعت ربانی نشسته بودم. رهبر جلسه خیلی سرودهای قشنگی اونجا اینطور بود که رهبر صحبت میکرد و سرود مینواختن. خیلی پر از روح شده بودم، پر از شادی شده بودم. همینطور که داشتم خداوند رو میپرستیدم، بعد رسید به جایی که مدیر جلسه گفت الان سرای خودمون رو خم میکنیم و دعا میکنیم برای کلام خدا. همینجور که سر خودم خم کرده بودم، اصلا واقعا متوجه نبودم چه کسی کنار من نشسته. سر میز نیمکت نشسته بودم و همینطور که داشتم دعا میکردم، چشمام باز میکردم اون زیر و دیدم قطرات اشکی از کسی که پیش من نشسته بود همینجور روی سنگ فرشای کف کلیسا چیکه چیکه میکرد. همینطور که این اشکا میریخت و من نگاه میکردم، خیلی دلم میخواست که ببینم چه کسی داره این اشکا رو میریزه، چه دل شکسته، چه کسی که این قطرات درشت اشک اینطور سرازیر میشه. همینطور با کنجکاوی اینطور برگشتم نگاه کردم، یه دفعه از صحنه‌ای که دیدم واقعا فکر کردم اشتباه دیدم. دیدم یه انگار یه کسی که یه صورت داره، یه صورت دیگه، یه چیز دیگه این پایین. من اول اونو دیدم که رو این موهای بود. وقتی که این زن احساس کرد که من نگاش کردم، با روسری این جلو اینجا رو گرفت. ولی من اصلا قلبم یه طور دیگه شده بود. چه چیزی بود، چه صحنه‌ای بود که من دیدم. ولی دردم هم اومده بود، یه جوری هم میخواستم، یه جوری نمیدونستم که چطور باید رو کمک کنم، چطور اینو بشنم. نگاش کردم اولین بارشه و این صورتشو گرفته بود. آخر جلسه که شد گفتم خواهر من شما رو نمیشناسم. گفت منم شما رو نمیشناسم. در واقع من هیچ کس رو اینجا نمیشناسم. من از یه دهات دور افتاده اومدم اینجا و بیماری خیلی بدی دارم. یه سرطان مخصوصی که شاید تو صدها نفر، هزاران نفر، یک نفر بگیره و اینم من گرفتم که چونه من چند وقت یه بار یه قده در میاره، من میام اینو عمل میکنم و دوباره این عود میکنه. این دفعه دکترها گفتم باید کل فکتو در بیاری و یه فک مصنوعی بذاری.
و من الان اومدم توی مسافرخونه یه اتاق گرفتم. آشوری هستم، اسمم تیناست و یه برادر رو فقط در این کلیسا میشناسم. این کلیسای پر جمعیتی هست تو ایران، 500-600 نفر هم اونایی که آگاهی دارن. واقعا از حال هم بیخبر هستیم خیلی موقع ها بودیم. و میگفت من با یک برادره که اون فقط میتونه به من کمک کنه، برادر آشوریه، و از وقتی من اومدم دنبالش میگردم و اون رو پیدا نمیکنم. همینطور که ما با هم تو حیات صحبت کردم، گفتم چه کمکی، چه کاری من میتونم برای شما بکنم. وقتی صحبتهای این خواهر گوش میدم، دیدم این خواهر پر از فقر مالی، پر از فقر روحانی، پر از بیماری وحشتناک، پر از تنهایی و بیکسی. یعنی از هر نوع دردی که بگی این زن داشت، زن جوان که تقریبا 34 سالش بود. ولی وقتی من بهش گفتم تو چه کمکی احتیاج داری؟ گفتم خدای من چی بگه؟ من چیزی ندارم به او بدم. فقط برگشت گفت من فقط احتیاج به خون دارم. گفتم خون؟ گفت آره، این دکتری که رفتم گفته تو رو بستری نمی کنم تا خون اینجا تهیه بشه، چون اگه خون نباشه انقدر تو خون احتیاج داری که اصلا ما نمیتونیم جراحی کنیم و جراحی اصلا موفقیت آمیز نخواهد بود. و من که خیلی تحت تاثیر این بدبختی ها و بیکسی ها این زن قرار گرفتم و نمیدونستم، اصول پزشکی خبر نداشتم، گفتم من به تو خون میدم، من به تو حاضرم خون بدم. کجا؟ گفت باید بریم پیش دکتر من، دکتر من اوکی بده بعدم میتونی. گفتم باشه. آدرس گرفتم تو خیابون بلوار کشاورزی، بیمارستانی اسمش الان یادم رفت، یادم اون محدوده بود. رفتیم با هم، دکتر برای من یه فرمی رو پر کرد، گفت میری سازمان خون اونجا، این نمیدونم چند واحد خونه اینجا. وقتی اومد به من اطلاع دادن طریق بستری شدن اینو بهت میگم. وقتی من فرداش با این قرار گذاشتم از صبح دعا، خداوند شکرت من میتونم یه کمک کوچیک به او بکنم، وقتی رفتم فشار خون من گرفت، گفت متاسفم شما نمیتونی خون بدی، خودت فشار خونت پایینه، اصلا نمیتونی، تازه باید یه چیزای خونساز بخوری. من تو موندم، گفتم خداوند این تنها کمکی بود که میتونستم به تینا بکنم، الان باید چیکار کنم؟ و ماجرا خیلی طولانیه که بعد چند نفر رو پیدا کردم، با اونا صحبت کردم و کمک شد طریقه جراحی شدنش، بیمارستانش اگه خدا هدایت کنه تو موعظه ها و تعلیمات بعدی شاید شهادت بدم. فقط این قسمت برای من مهم بود، این قسمت خدا من منو در چالش بود که فکر کردم این چند روز که دو سه روز پیش این یادم اومد، خداوند من نتونستم به اون خون بدم، اون تنها چیزی که احتیاج داشت حیات بود، خون بود و من نتونستم به اون بدم. و گفتم خدای چرا این خاطره رو یاد من آوردی؟ چی میخوای به من بگی؟ و خداوند اینجور صحبت کرد، کلیسای من در این زمانها احتیاج به حیات داره، خیلی ها هستن در بدن من که دوچار کمبود خون هستن، اونا یه اندک حیاتی دارن که باش نفس بکشن و زندگی کنن و اینقدر قوت و حیات ندارن که خودشون در شادی و سلامتی و قوت زندگی کنن و بتونن این قوت و سلامتی رو به دنیایی که داره رو به هلاکت میره بتونن انتقال بدن. کلیسای مسیح احتیاج به حیات داره، احتیاج به خونی داره که بتونه او رو تغذیه کنه. حیات انسان در خون انسانه، نیست؟ عیسی مسیح وقتی روی صلیب بود به خاطر اون خونی که ازش رفته بود، میلیون ها سلول عصبی در مغز او از بین رفته بود. کارشناسا میگه فقط یک قاشق چایخوری خون در بدن او مونده بود. این رئیس حیات تمام حیات رو جاری کرد که امروز کلیسای مسیح، بدن مسیح در اون حیات و زندگی بتونه زندگی کنه. ولی چرا بدن مسیح باید ضعیف باشه؟ و حیات کجاست؟ حیاتو کجا میشه دریافت کرد؟ در خون عیسی مسیح، در صلیب جلجتا، اونجا حیات برقرار شد.
تمام خون او رفت که سر سوزن یا خون او امروز بتونه حیات و زندگی به من و تو بده. ولی خیلی از ماها میان نزدیک میز خداوند ولی حیات رو دریافت نمی کنیم به خاطر عدم آگاهی. پولس میگه اگر به طورش ناشایسته در میز خداوند شرکت کنین، برای همینه که بعضیاتون ضعیفین. شاید خیلی ها به خاطر گناه نباشه، به خاطر عدم آگاهی از کار عظیمی که عیسی مسیح روی صلیب انجام داد و ما نمیتونیم اون حیاتی که سهم و حق کلیساست، قوت کلیساست. پولس رسول میگه ذکر صلیب برای هالکان حماقته ولی برای ما ناجیان قوت خداست، برای ما ناجیان حیات خداست. کسی که کم خونه چه مشکلاتی داره؟ ضعیفه، سرش گیج میره، نیست؟ حتی یه موقع که من آشنایی دارم با یکی دوتا خواهر، یه خواهری البته صحبت کردم که دچار کمخونی خیلی ضعیف میشه، حتی داروهایی که دکتر به اون میده، داروهای مثلا قرصای آهن بهش میده، حتی اینم نتونست افاقه کنه. چند سال پیش بود که من توی مقاله میخوندم با کسی که این قرصای آهن رو تغذیه میکنه و بر میداره، اگه همزمان باش موادی رو که مثلا فکر میکنم، من اینو به طور مثال میگم، کلسیوم داره، برداره نمیذاره اون آهن جذب شه. یه موادی اگه خورده بشه نمیذاره اون آهن جذب شه. چرا ما وقتی میایم این حیاتو بر میداریم و واقعا یه موقع خودمونم تفتیش میکنیم ولی اون قوت لازم و حیاتو دریافت نمیکنیم؟ امروز میخوایم راجع به این صحبت کنیم. در صلیب چه واقعی رخ داد؟ در صلیب و اعلان ذکر صلیب چه قوتیه؟ چه قوتیه که حتی 4 انجیل هر 4 دارن راجع به واقعی صلیب صحبت میکنن؟ یه موقع ما فکر میکنیم کار در قیام عیسی مسیح شده، پیروزی و حیات در قیام عیسی مسیح به ثمر رسیده، ولی اینطور نیست. کلام خدا میگه پیروزی در صلیب عیسی مسیح، در قیام عیسی مسیح فقط این پیروزی آشکار شد، فقط این پیروزی مهر زده شد. چه قوتیه در این که اناجیل اینطور راجع به صحبت میکنه؟ اینجور پولس میگه من هیچ حرفی ندارم بزنم به جز عیسی مسیح و آن هم مصلوب. حالا غلاطیان میگه فخر میکنم از صلیب عیسی مسیح، هاشا از من که فخر کنم به جز عیسی مسیح و او را هم مصلوب. چه قدرتی در این صلیبه که قرآن در آیه 5 در باب 5 سوره نمیدونم 73 74 انکارش میکنه، میگه عیسی مسیح یک پیامبر بود. در سوره 4 میگه عیسی مسیح نمرد، به مصلوب صلیب کشیده نشد. او حتی داره ضد تاریخ صحبت میکنه. چه قدرتیه در عیسی مسیح، چه قوتیه از این میز خداوند که برای ما آماده کرده. شیطان نمیدونست که روی صلیب داره چه اتفاقی میفته. شیطان دستش رو شد روی صلیب. اول تو کولوسیان رو میاریم باب 2 کولوسیان باب 2 آیه 15 میگه آن دستخطی را که به ضد ما بود و مشتمل و فرائض و به خلاف ما بود محو ساخت عیسی مسیح روی صلیب
و آن را به صلیب خود میخکوب کرد، از میان برداشت و از خیشتن ریاسات و قوات را بیرون کرده آنها را اعلانیتاً آشکار نمود، چون بر آنها ظفر یافت. تک تک شما میشناسین این ریاست ها و قدرت ها رو، این ریاست ها و قدرت هایی که خل اصطلاح کرد چی بود؟ مرگ، مرض، اعتیاد، استراب، ترس. اینجوری که تعریف میکنه میگه که مثل یک لباسی عیسی مسیح رو خودش تکوند. او در دنیای مردگان رفت. تمام این ریاست ها و قدرت ها که انسان رو به بند کشیده بود، قوت گناه که بر انسان تسلط داشت، ترس، استراب، فحشا، اعتیاد، تمام اینا چسبیده بودن به عیسی مسیح و اون میگه خودشو تکون داد از همه اینا. هللویا. مثل یک جنگاور شجاع و قوی به مقر دشمن رفت و همه این چیزها رو خلع سلاح کرد. متوجه این چی میگم؟ دعا میکنم ای خداوند، ای خدای نورها، ای پدر نورها، همین الان سیر نور جاری کنی و چشمان فهم من و چشمان فهم ما و چشمان شعور ما و چشمان درک ما تا ببینیم چه عظمتی در این آیه ها هست. اگه ما بفهمیم که عیسی مسیح چی کار کرد، دیگه ما هرگز اون انسان گذشته نخواهیم بود. دیگه هنوز تو بستگی و ترس و استراب و من نمیتونم من راجب این چیز اصلا با من صحبت نکن، واقعا من هنوز تو بندم، هنوز راجب این قسمت ضعیفم، اصلا راجب این قسمت من عادت دارم. خانوادگی ما این هستیم، میدونی از پدر به من رسته، از پسر به من رسته. عیسی مسیح چی کار کرد؟ اگه روح القدس این رو برای ما مکاشفه نکنه، اگه نور نبخشه، واقعا امروز ما میایم و سالها میایم و میریم خشک و خالی بدون حیات و بدون حیات برمیگردیم. ولی وقتی که خداوند ما نور ببخشه، عیسی مسیح نور ببخشه، دگرگونی در ما به وجود میاره، نه اون دگرگونی که شریعت به متشرعین خود میبخشه که دارای ظاهری آراسته ولی باطنی پوسیده نیست. دگرگونی که خداوند ما عیسی مسیح از طریق کلام و زنده مقتدر خودش به ما میبخشه، از درون ما تحول ایجاد میکنه. یک معراج درونیه، یک طینت جدیده، یک آدمیت تازه است که دیگه ما هرگز نمیتونیم مثل گذشته بشیم. اون دگرگونیه که یک قاتل فراری رو تبدیل به شخصی میکنه که میلیون ها 4 میلیون افراد رو از اسارت مصر بیرون آورد. دگرگونی که کلام خدا و واقعیت این میز خداوند ایجاد میکنه. دگرگونیه که یک زن فاحشه رو به زن ایمان تبدیل میکنه. دگرگونیه که یک شکنجه‌گر رو به واعظ انجیل پولس رسول تبدیل میکنه. دگرگونیه که یه این کار کننده مسیح رو کاری میکنه که تا به صلیب جلو میره. حتی میگه من لایق نیستم که مثل عیسی مسیح به صلیب کشیده بشم، بلکه منو برعکس مصلوب کنید. این دگرگونیه و خداوند امروز میخواد این پیروزی و این آزادی و این دگرگونی رو برای ما به ارمغان بیاره. و وقتی ما این کلامو میخونیم، چه صحنه ای جلوی چشم ما مجسم میشه. انگار یه جنگی اونجا در گرفته و فاتح جنگ ما عیسی مسیح پیروزی رو از آن خودش و از آن کلیساش کرده. در عبرانیان باب 2:14 میگه او که او رئیس موت را به زیر کشید. با مرگ خود. با چی؟ با مرگ خود. خیلی افتضاح نیست؟ با مرگ خود. ما ها انسان ها باید پاگون هایی بگیریم برای پیروزی و اونو اعلام کنیم. و عیسی مسیح میگه با مرگ خود رئیس موت را، ابلیس را به زیر کشید. این چه پیروزی بود؟ این
این چه پیروزی بود. و وقتی آیاتو میخونیم بازم صحنه جنگ جلوی ما مجسم میشه. جنگی اینجا شده، تقابلی شده، روی صلیب جنگی در گرفته، پیروزی گرفته. فقط نحوه این پیروزی، شیوه و روش این پیروزی با اون چیزی که در ذهن ماست خیلی فرق میکنه. برای اینکه ببینیم این جنگ از کجا شروع شده، آیا فقط در عهد جدید بوده یا جاپاش در عهد عتیق هم هست. در پیدایش آیه‌ای که اوائل ایمانم میخوندم و سرود راجبش بود، خیلی زیباست این آیه. میگه که خروج باب 15، بهتره که بعضی آیاتو از رو بخونم. خروج، ببخشید اگه اشتباه گفتم، خروج باب 15، وقتی که قوم اسرائیل از سرزمین مصر بیرون آوردن اومدن. خیلی جالبه وقتی اونا بیرون اومدن سرود خوندن، دستک زدن، دف زدن، ولی نگفتم موسی ما رو نجات داد. نیست؟ اسم موسی نیومده، فقط گفتن خداوند را بسراییم، یهوه را سرود میخوانیم، زیرا که با جلال مزفر شده، اسب و سوارش را به دریا انداخت. خداوند قوت و تسبیح من است، اون نجات من گردیده، این خدای من است، پس او را تمجید میکنم. خدا پدر من است، پس او را متعال میخوانم. خداوند مرد جنگی است، نام او یهوه است. عرابه ها و لشکر فرعون را به دریا انداخت. سرودی بود که بعد از ورور میخوام، خداوند من یهوه با جلال پیروز شده، هللویا. و تمام کلیسا در این پیروزی میرخصیدن. یهوه مرد جنگیه و برای اینکه بچه هاشو نجات بده نرفته که همسایه بغلی رو بگه بیاد، بلکه خودش به میدان اومده. و این تصویر خیلی واضح‌تر و زیباتر در اشعیا 59 آیه 16 و 7 اینطور میگه. میگه خداوند دید که کسی نبود، تعجب کرد که چرا شفاعت کننده‌ای وجود نداره برای قومش. قوم در بدبختی، ضعف، اسارت بودن و خداوند تعجب میکنه چرا شفاعت کننده‌ای نبوده. از این جهت بازوی وی برای اون نجات آورد، عدالت او وی را دستگیر نمود. پس عدالت را مثل زره پوشید و خود نجات را بر سر خیش نهاد و جامعه انتقام را به جای لباس دربر کرد و لباس غیرت را مثل ردا پوشید. خدا مثل یک جنگاور توصیف شده که خودش به میدون میاد. یک پیشگویی جالبه که تجسم خدا رو خیلی زیبا به تصویر میکشه، جس پوشیدن خدا رو به تصویر میکشه. اون منتظر نبود تا کسی دیگه بیاد، بلکه اون مثل یک جنگاور به میدان اومد و عدالت رو مثل زره پوشید. اسلحه‌ای که در افسوسیان باب 6 به ما معرفی میکنه، اسلحه‌ای که خود خدا به تن کرد. آمین. خود خدا به تن کرد. پس تمام این مفاهیم رو ما در عهد عتیق داریم و در عهد جدید وقتی عیسی مسیح شروع میکنه به خدمت، از همان ابتدا پیام او پیام پادشاهی خدا بود. باز از همون ابتدا خودشو در نبرد با نیروهای تاریکی میبینه. در لوقا باب 4 خوندی نیست؟ چطور شیطان اون رو وسوسه میکنه. و وقتی تموم میشه اونجا نوشته تا فرصتی دیگر عیسی را رها میکنه. یعنی این جنگ، این تقابل تا روز آخر، تا روی صلیب وجود داره. زمانی بود که این جنگ جنگ اخلاقی بود، ولی زمانی رسید وقتی که با دیوها برای آزادی بچه‌هاش با دیوها می‌جنگید، اونجا جنگ یه فرم دیگه شده بود. بالاخره کم کم میرسه به اون مقابله نهایی و این مقابله نهایی برای عیسی مسیح صلیب بود.
عیسی داره کم کم میره تا سر ما رو بکوبه. عیسی داره میره پیروزی نهایی رو برای انسان آماده کنه. قبل از این میگه اگه من با انگشت خدا دیوها رو اخراج میکنم، پس آیا میگیم پادشاهی خدا نیومده؟ یعنی با این اعلام داره اعلام میکنه که ملکوت و حکومت دومی وجود داره و از وقتی پادشاهی خدا شروع میشه این جنگ، این تقابل شروع میشه. در لوقا باب 11 آیه 21 عیسی مسیح کاملا آگاه بود در این جنگ. اینطور میگه کلام خدا، امروز این کلام رو نمیدونستم جاش کجاست، خدا رو شکر برای آلبرت که گفتم این کلام جاش کجاست، هرچی گشتم پیدا نکردم. لوقا باب 11 اینجا خیلی قشنگ داره جنگی که عیسی مسیح وارد شده خیلی زیبا داره به تصویر میکشه. میگه وقتی که مرد زورآور سلاح پوشیده خانه خود رو نگه داره، اموال اون محفوظ میمانه. داره شیطان میگه که چطور روی زمین سلطه داره، چطور به وسیله گناه داره افراد رو نگه داشته در بند، اما چون شخصی زورآورتر از او آید بر او غلبه یافت. چون شخصی زورآورتر از شیطان آید بر او غلبه یافت و همه اسلحه‌ای که به دان اعتماد داشت. گفتیم اسلحه های شیطان چی بود؟ درد، مریضی، استراب، ترس، اعتیاد، فحشا، تمام اینا اسلحه‌ای بود که روی انسان حکومت داشت. فقط میگه شخصی زورآورتر اومد و همه چیزو از او غارت کرد، اموال شریر رو غارت کرد. همه جا میبینیم خداوند یهوه، عیسی مسیح خداوند مرد جنگی و خداوند میخواد از این قوت او ما دریافت کنیم که ما هم زنان و مردان جنگاور در ملکوت خدا باشیم. این هدف و اراده خداست. و عیسی بعد از این چیزهایی که تعریف کردم کم کم داره میره به طرف صلیب، جایی که کار تمام شد، جایی که پیروزی مهر زده شد. در یوحنا 14 آیه 30 و 31 میگه فرصتی چندانی نمونده، زیرا که رئیس این جهان میآید اما در من چیزی ندارد. این بره پاک خدا بی عیب که برای ما ذبح شد و به خاطر بی عیبیش این قوت رو برای ما مهیا کرد. و در یوحنا باب 12 آیه 31 32 میگه اکنون زمان داوری است و اکنون رئیس این جهان بیرون افکنده خواهد شد و من از زمین بلند کرده میشوم و همه را به سوی خود بالا خواهند کشید. هللویا، جای ما روی زمین نیست. هللویا، جایی که همش در حال جنگ و این به من حمله کرد، اون به من حمله کرد، با صورت خوردم زمین، میخوام جلو برم فقط نمیتونم. بارها ما بالا کشیده شدیم. امروز من یکم استراب داشتم واقعا برای این موضوع، گفتم خدای من همیشه آلبرت من یه هفته جلوتر، آخه الان یه ساعت بعد من هیچی رو آماده نکردم، همینجور دارم پاتی پاتی چیزایی رو مینویسم. به من گفت ببین ما بالا کشیده شدیم، ما صنعت دست او هستیم، امروز برای کاری که خدا آماده کرده، از قبل آماده کرده، و ما باید فقط توش قدم بزنیم، باید توش راه بریم، باید این پیروزی رو زندگی کنیم. آمین، آمین، هللویا. امروز من و تو سهم ماست که در این پیروزی، در این کار تمام شده عیسی مسیح زندگی کنیم. عیسی مسیح در متی 25 و بیای نزد من این برکت یافتگان از خدا، میراثی که از ازل برای شما آماده کرده، فقط بگیریم، آماده شده، فقط دریافت کنیم. آمین. اما عبرانیان باب 2 آیه 14 رو خونده بودم، میگه با مرگ خود صاحب قدرت مرگ یعنی ابلیس را به زیر کشید و تباه کرد.
او از طریق مرگ پیروز شد. یعنی چه شکلی؟ یعنی به چه شکل صلیب پیروزی آورد و قدرت‌های تاریکی؟ ما معمولا تصور می‌کنیم با زور و بازو، نیست انسان‌ها، ما انسان‌ها یه زور و بازوی اونجا در گرفته، یه جنگی اونجا در گرفته و نمیتونیم بفهمیم با موت خود چطور این نیروهای تاریکی رو پیروزی بخشید. ولی واقعیت اینه که جنگی که خدا انجام داد یه جنگ روحانی بود، یه جنگی بود علیه نیروهای تاریکی. جنگ خدا یه جنگ روحانی بود، یه جنگ اخلاقی بود، یه جنگ قانونی بود. برای عیسی مسیح کاری نداشت که یه تلنگر بزنه به شیطان شوت بشه تو جهنم، آمین. ولی همون موقع که داشت تلنگر به اون میزد و اون کل ملق میخورد و میرفت تو جهنم، بر میگشت به عیسی مسیح نگاه میکرد و بهش میگفت آخر عاقبت پیروزی تو فقط به خاطر این بود که زورت از من بیشتره، نیست؟ و خدای ما چی میشد؟ فقط اسمش میتونستیم بگیم یه شیطان بزرگتر. ولی جنگی که عیسی مسیح خداوند ما کرد درست برعکس شیوه ها و روش های شیطان بود. او نذاشت شیطان او رو با روش های خودش در بند بکشه. او تا آخر با عقیده ها و معیارهای این دنیا و روش های شیطان به ضدیت برخاست. او نرخصید به ساز شیطان. او روی صلیب با بدی بدی رو جواب نداد، با نفرت نفرت رو جواب نداد. وقتی که او رو می زدن نگاه کرد گفت پدر ببخش، اینا رو نمی دونن که باید چی کار کنن. این یعنی شکست شیطان، یعنی مرگ شیطان. آمین. این روش خداوند ما بود، این بود که زد تو دهن شیطان. او تا به آخر، تا به مرگ راضی نشد از اطاعت پدرش، از سرسپردگی او سر باز بزنه. مرگ و ترجیح داد که از پدرش اطاعت نکنه. ما یه همچه خداوند و الگویی داریم. عیسی مسیح تمام سلاح و اون گناه و از دست شیطان گرفت و خلع سلاح کرد او رو. این یعنی مرگ شیطان، یعنی مرگ دشمن. ولی فقط همین بود؟ و همینطور عیسی مسیح خباثت گناه و زشتی گناه روی صلیب آشکار کرد. وقتی به صلیب نگاه میکنیم ظالمانه ترین چیزی که فکرشو بکنیم اتفاق افتاده، نیست؟ وقتی به صلیب نگاه میکنیم این رئیس حیات چطور چارمیخ شد به وسیله شیطان و نیروهای تاریکی. فقط کلام خدا میگه او با مرگ خودش، با تسلیم به مرگ خودش او رو رسوا کرد، در ملأ عام او رو در نظاره انسانها قرار گرفت. ولی آیا فقط بازم همین بود؟ جالب اینه که پیروزی او فقط پیروزی خدا نبود، پیروزی او پیروزی یک انسان بود. او به عنوان یک انسان پیروز شد، انسانی که با خدا یک شده بود. آمین. چون در کلام خدا میگه فرزند زن، فرزند انسانه که سر ما رو میکوبه. او در حالی که 100% خدا بود 100% انسان بود، که همین نجاتی، همین کاری که کرد روی صلیب بتونه برای مطیعانش، برای آنهایی که نمیخوان با شیوه و روشهای این دنیا زندگی کنن آماده کنه. و امروز پیامد عملی کار صلیب برای امروز ما چیه؟ امروز چطوری میتونیم قوت این حیات رو دریافت کنیم و از این کمخونی و ضعف نجات پیدا کنیم؟ کلام خدا میگه در خداوند
توانایی و قوت او بیا زورآور شو با ایمان. آمین. با ایمان، با ایمان به کاری که او روی جلجتا انجام داد. امروز همین قوت آماده است. فقط چقدر کلام خدا رو باور میکنی، چقدر نور و حیات از طریق این کلام خدا دریافت کردی. با قدم های محکم، با دلیری به خون عیسی مسیح، در یقین ایمان بیا در توانایی و قوت او زورآور شو که بتونی بر هر ضعفی، بر هر وسوسه‌ای، با هر روش و شیوهی که بهش عادت کردی و جلال خدا رو در تو نشون نمیده و همینجور بدن ضعیف و ضعیفتر میشه. دو نفر که در گناه و ضعف زندگی کنن کل بدن ضعیفه و خداوند میخواد ما همه در محبتی که او روی صلیب کرد امروز با هم در قوت جلو بریم. آمین. آخرین آیه رو من میخونم. میگه من هستم آن نان زنده که از آسمان نازل شد. اگر کسی از این نان بخورد تا به ابد زنده ماند و نانی که من عطا میکنم جسم من است که آن را به جهت حیات جهان بخشیدم، به جهت قوت شماها بخشیدم. پس هر کی که جسد مرا میخورد و خون مرا مینوشد در من میماند و من در او. در من میماند و من در او. اینجوری هست که فتح و ظفری که این رئیس فاتح، این جنگاور عزیز ما برای مهیا کرد، ما هم در این پیروزی میتونیم هر لحظه، هر ساعت زندگی کنیم. آمین. از شبان کلیسا خواهش میکنم که در این اختتامیه ما رو با دعا برکت بده تا برای عشای خداوند آماده بشیم. یه لحظه همینطور با هم دعا کنیم. تا که در این دعا هستیم میخوام این آیه رو دوباره بخونم که عیسی مسیح خودش اینجا دعوت میکنه و میگه که من نان زنده هستم که از آسمان آمدم. هر کی این نان رو بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند. و نانی که به من خواهم داد بدن خودم می باشد که آن را به خاطر حیات جهانیان می دهم. من می خواهم این تصویر رو داشته باشیم که در این نون که خودش میگه همه چیزی که ما احتیاج داریم در این نون همه چیز هست. سلامتی، شفا، آزادی. عیسی مسیح دعوت نکرده که یه گفته که بیاین من به شما نون میدم، بلکه خودش میگه که من نان این جهان یا نان حیات هستم. و امروز هم دعوت میکنه، میگه که هر نیازی، هر چیزایی که احتیاج هست، هر ضعفی استفاده، هر ضعفی که در خودتون احساس میکنی، هر جایی که قرار گرفتین که
احساس کمبودی میکنیم. امروز عیسی مسیح دعوت میکنه میگه که بیاین با ایمان از من بخورین و بدونین با این آگاهی که من نانی هستم که تمام کمبودهای تو، تمام ضعفهای تو، حتی تمام زخمهای تو هم بست. و همینطورم دعوت میکنه و میگه که من نان حیات هستم، هر کسی که نزد من بیاد هیچ موقع گرسنه نخواهد ماند. نه گرسنه فیزیکی، بلکه گرسنه روحی. گرسنه شادی، گرسنه آرامش، گرسنه ای هستی که احساس ترچولیک میکنی، هیچ کسی تو رو قبول نمی کنه، خودتو پنهان کردی، به جای آزادی در ترس زندگی میکنی. عیسی مسیح میگه که امروز هم میگه که یا این نزد من از این نانی که من هستم بخورید و هیچ موقع گرسنه نخواهید شد. اجازه دارم من میخوام واقعا امروز که میاییم و این آگاهی که تو این نون قدرت هست که از تو یک مرد یک زن پیروزمندی بکنه، در این خون قدرت هست که تمام نیازهای تو رو پر کنه، تشنگی تو رو پر کنه. شاید در گناه قرار گرفتی، شاید شکست خوردی، عیسی مسیح الان اینجا که هست و تو رو دعوت میکنه، میگه که بیا بخور که قدرت بگیری، بنوش که تمام نیازهای تو به وسیله من برطرف بشه. اگه احساس تنهایی میکنی و طرد شدگی میکنی، اینجا عیسی مسیح میگه که در آیه 54 هر که بدن من رو بخورد و خون من رو بیاشامد حیات جاودانی دارد و من در روز بازپسین او رو زنده خواهم ساخت. زیرا جسم من خوراک حقیقی و خون من نوشیدنی حقیقی هست. هر که جسم من رو بخورد و خون من رو میشاماند در من ساکن هست و من در وی. من میخوام همینطورم با این بدونین که زمانی که این میخواییم بیاین جلوی نون رو بخورین، این نشانه ای است که خدا تو رو پذیرفته. و در او میمونی، تو پذیرفته هستی، ترد شده نیستی. تنها چیزی که اینجا تو کتاب مقدس اشاره میکنه، میگه که خود اینو تفتیش کنی که شایستگی بیای، یعنی چیزی که مهمه که ما بدونیم که اگر تلخی تو هست، اگر یک کسی برادری خواهری نسبت به تو خیانت کردی، دل چیکسته و داوری میکنی یا حکم کردی یا تردش کردی، خط رابطه کردی، امروز عیسی مسیح میگه که اینجا رابطه تو اول درست کن، رها کن که رها بشی. و اگر مشکل داری در این قسمت، تصمیم رو بگیر که ببخشی، رها کنی و من تو کمک کنم.
تفتیش کنیم و خیلی خوب میشه واقعا با شادی و با ایمان میاریم بنوشیم. این برکت های آسمونی هست عزیزان. این بدن یعنی این نونی که ما اینجا میبینیم نون نرمال نیست. زمانی که ما دعا میکنیم اینو بر میداریم با ایمان که بدن عیساست که روی صلیب پاره شده برای تو. توش تو این نون قدرت هست عزیزان. من میخوام واقعا با این دید نگاه کنیم. نون نمیخوریم بلکه بدن عیسی مسیح رو میخوریم و این تأثیر خواهد داشت توی زندگی تو. و زمانی که این شراب رو میخوریم و مینوشیم، شراب نیست، مزه شراب رو میده، فقط با ایمان خون عیسی مسیح رو میخوریم مینوشیم که تقدیس میکنه، پاک میکنه. با این دید بیاییم. زمانی که این نون رو عنوان نون بخوریم واقعا مثل این که نون خوردیم. زمانی میگین عیسی مسیح مرسی که بدن تو روی صلیب اونجا شکست یا پاره شد به جای من، میخکوب شد، تو له شدی به جای من و همینطور هم خون تو ریخته شده به خاطر من، این دردها رو روی خودت برداشتی. الان میام این خون تو رو بنوشم. این نوشیدنی واقعیه. با این دید بیاییم و همینطور هم اعلام کنیم مرسی که این بدن تو این عشا شرکت میکنم به من قدرت خواهد داد. تمام ویتامین های ملکوت وارد بدن تو میشه، تمام سلول های تو زنده میشه، شفا داری، خداوند اونجا شفا خواهد داد به تو. مطمئن باشین این یک مراسمی نیست ما انجام میدیم. و اینجا زمانی که میخونیم و میگه که تو زمانی که اینو میخونیم جسد یعنی بدن او و خون او، میگه که در من میمونی و من در شما. خودمون رو تفتیش کنیم و حتی میخوام واقعا اینطوری نگاه کنین. اگه جاهایی هست که وابسته هستیم و میخوایین آزاد بشین و آزاد هنوز نشدیم، با این دید بیا اینجا رو میگه که زمانی که از این بدن بخونم قدرت هست توش، این خونی که هست این که مینوشم قدرت هست که منو آزاد کنه از تمام نیروهای تاریکی. این دیوها فرار میکنن از خون عیسی مسیح. زمانی که این خون رو میخونیم یعنی یه چیز مقدسی وارد بدن ما میشه، هر نیروهای هر چیزایی از برطرف خواهند شد. خواهش میکنم کسانی که بردار نور هستیم یه لحظه همینطور خودمون رو تفتیش کنیم ببینیم که همه چی نسرین دعا خواهد کرد برای این بدن عیسی مسیح و خون عیسی مسیح. پدر عزیز، با تمام این صحبتهایی که کردیم خداوند، چیزهایی که شنیدیم، کیست که خداوند الان در بین جمع ما اجازه داشته باشه خداوند به این میز مقدس نزدیک بشه؟ این فقط کرم و بخشندگی توست عیسی مسیح، این فقط فیض توست خداوند، فیضی که بدون قید و شرطه. در جایی که خداوند همه فرشتگان در جلوی قدوسیت تو زانو میزنن به خاک میافتن، مردان مقدس خداوند مثل یحیی نمیتونه تو چشمای تو نگاه کنه خداوند. خداوند فقط تو این فیض و بخشیدی که نزدیک بشین به خون و بدن تو. خداوند دعا میکنم خداوند در نام عیسی مسیح خداوند، اونجایی که خداوند آزرده شدیم، درد کشیدیم از دیگران، خداوند میخوام بخشش اعلام کنم خداوند. اونجایی که از دیگران مایوس شدیم، احساس میکنیم مورد ظلم واقع شدیم خداوند، جایی که دیگران ما رو آزردن
خودم هم بخشش اعلام میکنم، قوت بخشش اعلام میکنم. جایی که ما به دیگران ظلم کردیم خداوند، دیگران مایوس کردیم خداوند، به دیگران با بی‌انصافی رفتار کردیم خداوند، اونجا بخشش اعلام میکنم در نام عیسی مسیح. جایی که هم دیگر آزردیم، درد رو بردیم به واسطه عدم آگاهی، کمی محبت، کمی قوت تو، ای خدا در نام عیسی مسیح اینجا قوت اعلام میکنم، بخشش اعلام میکنم خداوند، در حضور تو میارم خداوند هر چیزی که در این لحظه باعث مانع جاری شدن این محبت و قوت میشه به بدن تو، هر چیزی که باعث میشه که این حیات توی تک تک ما عمل نکنه به حضور تو میارم، هر نوع گناه خداوند، هر نوع بستگی، هر نوع شک، هر نوع ترس، هر نوع عدم آگاهی، هر نوع مرض، هر نوع بیماری خداوند اعلام میکنم که امروز روز آزادی است، روز شفاست، چون از بدن تو، از قطرات خون گرانبها و مقدس تو امروز بدن تو باید شفا دریافت کنه، آزادی، بخشش، رهایی، امید، ایمان، برای اینکه بتونه در اون جاهای آسمانی، اون جایی که ما رو بالا کشیدی بیستیم و این دنیایی که رو به هلاکت میره و مرگ میره بتونیم از حیاتی که تو امروز به ما میدی خداوند به دنیا و به ضعیفان منتقل کنیم. پس مبارک میگردم خداوند، دعا میکنم خداوند جلال بیابه خداوند، جلال بیا خداوند در این لحظه، در این لحظه هر کسی که هنوز دریافت نکرده خداوند فیض تو رو روی او اعلام میکنم، بیداری اعلام میکنم، نور اعلام میکنم، مکاشفه اعلام میکنم و دعا میکنم خداوند به خون بره تک تک ما پوشیده شید و با قوت در یقین ایمان اعتراف امید به خون عزیز و گرانبهای تو با دلیری جلو بیان و از مواقع و نعمتهایی که در این سفره است بدن تو بهره‌مند بشه، چون که در نام عیسی مسیح خداوند دعا کردم و بدن مسیح بگه آمین. دعوت میکنم میتونیم بیاین جلو، همینطور این سرود رو میتونیم با هم بخونیم و با شادی و با ایمان از این بدن بنو خوریم.